در بین انواع خورش ها، خورش ب از اون دست خورش هایی است که بسیار خوشمزه و لذیذه و خیلی سریع آماده میشه. معمولا خورش ب رو یا با گوشت قرمز درست میکنن و یا با گوشت مرغ. من اینجا براتون طرز تهیه خورش ب و آلو رو که بسیار خوشمزه و لذیذه رو با گوشت مرغ براتون در نظر گرفتم. پس اگه شما عزیزان موافق باشید با هم میریم سراغ مواد لازم و طرز تهیه خورش ب. خورش به و آلو، یک عدد سینه مرغ نسبتاً بزرگ، یک عدد به، یک عدد پیاز متوسط، ادویه‌جات، زردچوب، نمک، پودر هل، زعفران آماده به میزان لازم، روغن مایه به میزان لازم و همچنین آلو بخارا یا برگه زردآلو به میزان لازم. با هم میریم سراغ طرز تهیه این خورش بسیار خوشمزه و متفاوت که با به و برگه زردآلو آماده میشه. خب برای تهیه این خورش به و آلو، ابتدا قابلمه رو میذاریم روی شعله گاز، بهش روغن اضافه میکنیم، یک عدد پیازی رو که داشتیم خورد میکنیم و به قابلمه و روغن اضافه میکنیم. برای تهیه این خورش به و آلو باید پیاز ما تغییر رنگ بده و به اصطلاح یه مقدار سرخ بشه. اجازه میدیم پیازمون همراه با روغن سرخ بشه. هنگامی که پیازمون در این حد تغییر رنگ داد و سرخ شد، یک عدد سینه مرغی رو که داشتیم خرد میکنیم و به پیاز اضافه میکنیم. خیلی تکه‌های سینه مرغ رو به اون صورت خیلی زیاد ریز خرد نکنید، یه مقدار درشت‌تر باید باشه به این اندازه. البته این خورش به و آلو رو با گوشت قرمز هم درست میکنن، ولی با مرغ و یا حتی سینه مرغ خیلی خوش طعم میشه و خیلی سریع آماده میشه. برای عزیزانی که کمتر از گوشت قرمز استفاده میکنم، این خورش خیلی مناسبه با سینه مرغ. سینه مرغ هم همراه با پیاز کمی تفت میدیم و هنگامی که مقداری تفت داریم، ادویه‌جات ما که زردچوبه و نمک و کمی پودر هل رو بهش اضافه میکنیم. و همراه با ادویه‌جات با هم مخلوط میکنیم که هم مرغمون بیشتر سرخ بشه و هم بوی ادویه‌جات اصطلا در بیاد و زردچوبه تغییر رنگ بده. هنگامی که در این حد گوشت مرغ هم سرخ کردیم همراه با ادویه‌جات و پیاز، به زعفران آماده رو اضافه می‌کنیم. به هر میزانی که دوست دارید می‌تونید از زعفران آماده
برای تهیه این خورش استفاده کنیم. هنگامی که زعفرانم اضافه کردیم با هم مخلوط میکنیم. چون گوشت سینه مرغ خیلی سریع پخته میشه، به خاطر همین در همین موقع میتونیم دل رو بهش اضافه کنیم. یک عدد دل رو که داشتیم حسابی میشوریم، احتیاج نداره پوست اونو بگیریم، فقط بذرهای میانی و یه مقدار اون حالت سفتی که میانه به هست رو از به جدا میکنیم و به اندازه نیگینی خورد میکنیم، به مرغ اضافه میکنیم. چون در اینجا هم سینه مرغ ما خیلی زود میپزه و همراه با به پخته میشه و به کاملا مزهش به خورد گوشت مرغ میده. اگر از گوشت قرمز استفاده میکنید، در ابتدا باید اجازه بدید گوشت قرمزتون یه مقدار بپزه و بعد بهش به رو اضافه کنید. اونی که مقداری به رو همراه با گوشت سینه مرغ هم تفت داریم و همچنین با زعفران و ادویه‌جات مزه دارشون کردیم، همونطور که گفتم چون گوشت سینه مرغ خیلی زود پخته میشه، به خاطر همین همون موقع بهش به رو اضافه میکنیم و همچنین برگه زردالو. شما میتونید هم از برگه زردالو برای تهیه این کورش استفاده کنید و یا هم از آلو بخارا که هسته داره. من معمولا از برگه زردالو استفاده میکنم که مزهش تقریبا مثل آلو بخارا است، ولی دیگه بدون هسته هست. بهش برگه زردالو هم اضافه میکنم. چون من میخوام مزه برگه زردالو و به کاملا به خورد گوشت مرغ بده، هیچ کدومش هم له نمیشه، تمام مواد با هم پخته میشه. در این موقع باید بهش آب اضافه کنید، بهتره آب داغ بهش اضافه کنید، آبتون باید جوش باشه، خیلی زیادم نمیخواد بهش آب اضافه کنید، چون این خورش به اون صورت خیلی آب نداره، تقریبا یه خورشتی است که خیلی کم باید آب داشته باشه و خیلی باید جا بیفته. در این حد آب اضافه بهش میکنیم که یه مقدار روی سطح گوشت مرغ و به رو بگیره. در قابلمه رو میبندیم و با شعله ملایم اجازه میدیم که گوشت مرغ و به و برگه زردالو و یا احیانا اگه آلو بخارا بهش اضافه میکنید حسابی پخته بشه و جا بیفته. پایان کار رو با هم میبینیم. در پایان کار باید آب خورشت به و آلومون در این حد باشه و حسابی جا افتاده باشه. میریم با هم این خورش به بسیار خوشتم و لذیذ و با یه برنج سرو کنیم. با من همراه باشید. از پایان کار طرز تهیه خورشت به و آلومون، همونطور که میبینید تمام مواد با هم حساب پخته شدن، به شکل ظاهری خودش رو حفظ کرده و همچنین برگه های زردالو، ولی حسابی پخته شدن. آب این خورش باید در این حد باشه، خیلی زیاد نباید آب داشته باشه و خیلی خوشمزه و لذیذه. در اواخر کار معمولاً بعضی ها آب لیمون و شکر به این خورش اضافه می کنن، ولی چون
میزان برگه زردآلو رو من که مقدار بیشتر ریختم دیگه احتیاج به آب لیمو و یا شکر نداره. این از بهمون حسابی پخته شده و همچنین اینم از مرغمون و برگه زردآلومون. شکل ظاهری هر سه این مواد کاملا حفظ شده، تغییر رنگ نداده، بسیار خوش رنگه و حسابی پخته شده همراه با یک برنج ساده بسیار خوشتم و لذیذه و از عطر و بوی بسیار خوبی برخورداره. بسیار خوشمزه هست و طعم برگه زردآلو و به کاملا به خورد گوشت مرغ رفته و خیلی لذیذترش کرده. امیدوارم شما هم تا فصل به هست این خورش به و آلو رو درست کنید و در کنار عزیزانتون نوش جان کنید. لطفاً کانال یوتیوب زندگی رنگین رو دنبال کنید، لایک و کامنت و سابسکرایب لطفاً فراموش نشه. تا آموزش بعدی دلتون شاد، لبتون خندون عزیزان.